کرده تا مدرسه ها باز بشه و اونم برای اولین بار به مدرسه بره. با چرا اونقدر یواش با میگین؟ مگه علف نخوردین؟ یه بای بلند بگید. من منگول مدیر مدرسه هم، ایشون هم منگول دخت، معلم شما کلاس اولی هست. شما قرار خیلی چیزا واسه آینده تون اینجا یاد بگیرین. خب همونطور که آقای مدیر گفت، امروز چه روزیه؟ نمیگی؟ اجازه دختر دایی، کی زنگ خونه میخوره؟ جان؟ تو اون زنگ چی رو باید بزنم؟ اینجا به من نگو دختر دایی. پس چی بگم دختر دایی؟ تو من اینجا معلم مدرسه، تو به من بگی دختر دایی، بقیه بچه هم به من میگه دختر دایی. باشه دختر دایی. خب دیگه وقت کلاس رفتنه، حالا سوم ماماناتون رو رها کنین و برید تو کلاس بشینید. خوش اومدین. بفر چوکو علفی، خوشمزه است. چه جای خوبی، خوش اومدین. برای اون بر ببینم. خب شروع کنی؟ سالم همینجوری کلاس اولی هستیم. توتول مگه نگفتم درست صدام کن؟ بله دختر دایی. این چی کشیدی توتول؟ هیچی. زنگ خونه که میگفتن همین بود، همه رفتن. نفسم بند اومد توتول، امروز خیلی پر انرژی شدی. اینا هم کندن، چرا اینجوری راه میرن؟ ابرو که راه نمیرن توتول جان، بود اونا رو این بر اون بر میبره تا داره هم جمع شن و بارون بیاد. البته میدونی چیه، خیلی وقته که بارون نیومده. پدر بزرگ داره یه دستگاه اختراع میکنه که به ابرو برق بده تا بارون بیاد. توتول چی شد؟ یه سایه یه گنده دیدم، مثل گرگخان بود. تو که اینقدر از گرگخان میترسی، پس چرا نقاشیشو کشیدی؟ ماما باید برم به صندوق چه برسم. آهان، حالا فهمیدم کلک چرا مدرسه رو به تعطیلی کشیدی. توتول خوشحال بودو بودو رفت سمت خونه. خونه که نه، کارگاه پدر بزرگ. البته کارگاه پدر بزرگ بغل خونه توتول و حبه انگوره. کلی اختراع داره و عاشق ساخت دوچرخه های عجیب و غریبه. بب به رو ماهت.
ببخشید شما چرا زود اومدین خونه؟ مدرسه‌تون مگه تموم شد؟ دنباله چی داری میگردی؟ امروز دیگه مدرسه ای شدم، وقتشه به قولتون عمل کنید. آها، شما وقتشه که چشماتو ببندی. چشم ببند چشماتو. زود باشین دیگه پدر بزرگ. حالا چشماتو باز کن. چخ 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 چخ. آخه بازم چخچی؟ من فکر کردم میخواین صندوقچه رو نشونم بدین. نه، این چخچی که از اون چخچی، این چخچیل نسل پنجه. بلوتوث، قابلیت ذخیره سازی اطلاعات، قابلیت پرواز و تصویری ساختم که باید بگی با، یعنی با شاخ میری توش. بیا گوگولی من، با تو لعوال برسی کن. اختار عدم ورود رمز. کار البوز نیست خرمن گفتن. دسترسی اطلاعات امکان پذیر شد. چخچیل توتول چخچیل. سلام نه و توتول. من دیگه برم. الان دیگه وقت شده که صندوقچه رو به من نشون بدین. نه کی میگه وقت شده؟ مگه این صدای شما نیست؟ منم صبر کردم تا الان که وقت مدرسه شده. بله. آها، تو جان، من منظورم از مدرسه آخرش بود نه اولش. خانم معلم گفته چه آخر سال چه اول سال، ما کلاس اولی هستیم. تو جان چونه نزن. خب بابا بزرگ شما هر بچه بازی که در صندوقچه رو بخواد باز بکنه اول باید بره مدرسه. پدر بزرگ بد. من پدر بزرگ بدی نیستم توتول. چند صد سال این قانون گذاشت صندوقچه همیشه میمونه، جایی هم نمیده. هر بزغاله که بخواد رازدم به این صندوقچه رو بدونه باید اول بره مدرسه و درس بخونه. اولی روز آخری روزش هم مهم نیست، مهم اینه که درسش رو یاد بگیره. چی؟ صندوقچه اینجاست؟ نمیدونم چرا شانس همیشه میاد در خونه من. خانم روباه لونش به شهر بوزا نزدیکه. امروزم اومده تا پدر بزرگ براش سشوارش رو تعمیر کنه. دورم بایدن درست میکنم. ایوا چرا پشیمون شد؟ بله، اومد خونه گرگ خان. گرگ خان از وقتی پنجه هاش بدون قدرت شدن اینجا جنگل بالای رودخونه زندگی میکنه. روبا هم با دوستی ظاهریش با بوزا اطلاعاتی به دست آورده که اومده اینجا. بچه ها به نظرتون روبا چه هیله‌ای تو سرشه؟ جناب میفرماین فرمایش. بگم ها بگو. قربان بوزات، امروز فقط صداشون میلرزید، از امروز به بعد فکر کنم تن و بدنشون هم میلرزه. میگن خب میلرزی که بلرزه، به من چه؟ من برای یه پنج بوسی رسیدم خدمتتون قربان، یعنی که فکر میکنم دیگه وقتشه یه تکونی به خودتون بدین و جای این شیر پیر بشین رئیس کل جنگل. یه باز جام حد بدون امرتون آب نخوره. نه جناب میفرمایم بیرون. ما برای اجرای عدالت اومده بودم پیشتون گرگ خان. یعنی جای باشم جناب میفرماین اگه راست میگی پس چرا از اول پیش با نایمدی؟ به خاطر اینکه جای صندوقچه رو نمیدونستم. کارگاه پدر بزرگ گفتن خفه با من بودن. خیلی وقته که هم دیگر رو میشناسیم روباه نیمکت نشین.
ولی تو اولین باره که برای کمک اومده اینجا. یادم نمیاد آخرین بار کی منو به یه فنجون قهوه دعوت کردی. بذار با هم رو راست باشیم. تو دوستی منو نمیخوای. جناب میفرمایم برو بیرون دیگه. جناب گرگ، من خیلی وقته که منتظر اینم که به شما یه خدمتی بکنم. من نمیدونم شما تا کی میخواین دست رو دست بذارین و حکومت این بزرگ رو تماشا کنین. من امروز جای صندوقچه رو فهمیدم. امر کنید میدوزم میارم پیشتون. خوبه؟ خفه بندر فرمونده. اون صندوقچه به تنهایی به درد من نمیخوره، مگر این که یک باز نادون در اون صندوقچه رو باز بکنه. مگر نه تو فکر میکنی من اینقدر احمقم که تو این سالها بیکار مینشستم تا بشم گرگ کتک خوره کتاب های قصه؟ احمق بی سواد، این کدوی غلغل زانه. اگه یه بزغاله نادون و بی سواد در اون صندوقچه رو باز بکنه و نتونه جواب سوالات صندوقچه رو بده، تلسم دلاور باز باطل میشه و اون صندوقچه مال من میشه. آخه جناب فرمیده، تو فکر میکنی از این موضوع چیزی بهت میماسه رو با؟ مگر نه هیچ وقت این ورا آفتابی نمیشدی. ایران امور بر بقاتت هر جور مایلید. برا روباها برگردن، فقط مواظب باش که بر رو نشه. این ناغلای شهری تو کلشه، وگرنه اینجا آفتابی نمیشه. توتول با مادرش درد دل میکنه و میگه از پدر بزرگ به خاطر بدقولیش ناراحته و خیلی دوست داره اسباب بازی های توی صندوقچه رو ببینه. اما حبه انگور بهش میگه این حرفا شایع است. توی صندوقچه هیچ اسباب بازی نیست، بلکه فقط راز موفقیت بزشهر اون توه و ازش میخواد که گول شایعاتو نخوره. دختر گلم. به بابا جونم. چه جب از این برا؟ نگران توتول هم بابا. توتول که امروز نرسیده میخواد در صندوقچه رو باخونه. چرا انقدر اینو فضول بارو بردی؟ بابا جدی میگم دیگه؟ اتفاقا مادم بگم، من در توتول روح بزرگی دیدم مثل باباش. به نظرم اون میتونه وارث صندوقچه بزا بشه. بابا باور کن توتول من دلاور بز بعدیه. دلاور بز؟ خدا بیامرز این توتول بابا داماد من. یه چیز دیگه ای بود که تونست جلو این گرگ خان وایسه. شما این حرف رو میزنین چون توتول موی قرمز نداره؟ بابا جان هر دلاور بزی که بخواد وارث صندوقچه بشه باید موی قرمز داشته باشه دیگه. نباید داشته باشه. چرا؟ روز تولد توتول دلاور بزت؟ این همه بز پیر و پژول اینجا دعوت کردیم که موی قرمز تشخیص بدن. چه اتفاقی افتاد؟ بنده این وسط با این هیکل زایه شدم. حالا شما هم لطفاً این قصه دلاور بودت رو جمع کن. اما شک نکنیم توتول من به باباش و مادر خدا بیامرزم رفته. این بزقاله کجا؟ اون مادر خدا بیامرز کجا؟ اون برای خودش اسطوره‌ای بود. من اصلا نتونستم مرگش رو باور بکنم. این چی؟ یعنی چی کجاست این؟ این جنگوله کوش یادگار مادر خدا بیامرز دیگه. میبست به پاش. ای افتاده اینجا، میگم این چخچیل پیداش کنه. چخچیل؟ یعنی شما همه اطلاعات خانوادگی و شخصیمونو دادین به این؟
مگه چمه؟ بابا نگه بهت بگم کجا داره نشون میدی چختی؟ اون سمت منظور چیه؟ منظوری نداشتم. گرازه یه تخته روباه نیمکت نشی، ما کارهای مهمی در پیش داریم. با داشتن اون صندوق چه جنگل تو چنگ ماست. توانا میشی مثل بابات، قوی و دانا میشی. مدرسه جای اونه که بزرگه، هرکی بزرگه روبروی گرگه. واسه بزرگ شدن علف میخورم، به جای یک وعده دو کف میخورم. قد میکشم تو گل میشه باز با گردو، با یک مشت میفرستم هوا. به عقل و کار که بزرگه، هیکل و زور و پنج مال گرگه. درس میخونی دنیا رو خوب بفهمی، تاراز آسمونا رو بفهمی. زمین و آسمون که راست ندارن، راست صندوق چه باز ندارن. صندوق هست با بزیار و با کن، درس کدومه بشین خونه صفا کن. درس و بلش بی خیالش للا کن، درس و بلش بی خیالش للا کن. بازی کشی بکن هر جا رسیدی، کتر بزن هر بچه کدی. بهتر از این تو حرفایی شنیدی؟ خوبی؟ نبینم قصه داری. اگه بدونی چه خبرایی از بابا بزرگ برات آوردم. بابا بزرگ؟ او منو دوست نداره. اینجوری نگو، خیلی هم دوستت داره. به من گفت بیام بهت بگم میتونی بری در صندوقچه رو باز کنی، باورت میشه؟ بابا بزرگ گفت؟ بله. مطمئنی؟ مطمئنه مطمئن؟ آره. من توتون سلطان بود اسبابازی ها. چقدر بهت میاد توتون. مامانم هم اومد، برم خبرو بهش بدم. نه نه نه، نباید این کارو بکنی. شاید این دفعه اون نظره در صندوقچه رو باز کنی. بابا بزرگیت گفت نباید به هیچ کسی چی بگی، هیچ کس. حالا بودو برو در صندوقچه رو باز کن، برو. وای بچه ها، قانون نگهداری صندوقچه اینه که نباید پنهونش کنن، بلکه باید به بزغاله ها یاد بدن که کی و چطور بازش کنن. البته پدر بزرگ هر روز جای صندوقچه رو عوض میکنه. توتولم انگار نمیتونه پیداش کنه. چطوری چخچیل جون؟ حال ندار. مریضی؟ نه. میتونی کمکم کنی صندوقچه رو پیدا کنم؟ نه. عدم ورود رمز؟ نه. کار من کار هر بز نیست خر من کوفتن. آهان آخش، میخوای یه جو که دست اول بگم؟ میخوام جای صندوقچه رو بهم بگی. جستجوی آخرین مخفیگاه. ببین پدر بزرگ جان، این چیه؟ تصویر اشتباهیه. این جلسه یه دانشمندیه که به پدر بزرگ میخواست یاد بده که چطوری برق به آسمون بده تا بارون بیاد. تا بارون بیاد با باد ابرا رو جمع میکنی. خب بعد بهش یه رد و برق مصنوعی اون وقتی که چی شده میتونی؟ آخه من هنوز آب بندی نشدم.
کلید؟ تو صندوقه؟ آره آخ، سوتی دادم. نرو سراغش، نرو. آفرین چخچیل، آفرین. اه رفتی که. توتول بیا بیرون از کارگاه. دیدی وسایل پدر بزرگ دست نزنی ها. داره میزنه. باشه مامان. توتول بی خیال شو، تو نمیتونی جوابشو بدی. ای وای، جوابشو بده، جوابشو بده. چی کار میکنی توتون؟ صندوقچه؟ طوفان محافظ؟ توتون! آی 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 توتون! آی توتون! آی توتول چه کردی؟ حافظ صندوقچه عزیزترین داشته بزغاله خطاکار رو ازش میگیره. بذارین این تابلو رو بخونم. جلسه بزای تصمیم گیر لطفاً توقف نفرمایید، مخصوصا شما. آها خب بله دیگه، در مواقع خطر برای حفظ امنیت بزای تصمیم گیر در یک محل جلسه مخفی تشکیل میدن. گرازم محلشون رو پیدا میکنه تا واسه گرگخان اطلاعات ارسال کنه. حالا توتولو به این جلسه آوردن تا بزای تصمیم گیر شرایط حفظ صندوقچه رو در 4 روز باقی مونده تا از بین رفتن تلسم گور بهش بگن. که نباشه از گوشتگی میبیریم. ما فهمیدیم که چجوری با این صندوق امنیتی وجود نداره. وقتی صندوق چرا گذاشتی دم دست بچه باید این فکر میکردی؟ خواهی خودت بری بیاری؟ ما در برابر امنیت تک تک بزها مسئولیم. اون هنوز یه بزباله است. ما باید اینو به بچه ها میفهمونیم که چجوری با این صندوقچه برخورد کنن. مطمئن باش همکاری از ماست. شما دیگه چرا این حرفو میزنید؟ صندوقچه یه اسرارآمیز چیزی نیست که لازم باشه پنهونش کنیم. صندوقچه رو باید فهمید. از گوشتگی میمیری. و
بزرگ تصمیم گیر به توتول یاد دادن که باید به سفر بره، سفری که باعث میشه توتول با درک راز صندوقچه جامعه بزار رو از خطر مرگ محافظت کنه و مادرش هم پیدا کنه. به جای زل زدن به چی زل زدی؟ باشو پدر باشو. بزرگ من میترسم، کمکم کن. خبر مرگم من داشتم باید حرف میدادم، آبوش میدی چی دارم میگم؟ بله توتول، یه چیزی میگم به هیچ کی نگو. چشم. ببین من نقشه مسیر رو دارم، ببینیم بزدوشه. شروع مرحله اول که بهش میگن فصل پاییز. با تموم شدن این مرحله میری پیش پچول. پچول بز پیر کلید داره. بعد میری سمت لاک پوش که مسئله دوم ازت میپرسه، فصل زمستان. فصل یا روز؟ آقا تصمیم گیرا میگفتن 4 روز. همون ما بهش میگیم فصل. خب مرحله یعنی فصل. بعدش برای دونستن مسئله باید بری کجا؟ سمت دریا. خب دیگه همین دو مرحله بود، چون تا حالا هیچ بزی نتونسته تا مرحله 4 بره. هیچ بزخاله ای نتونسته؟ اما من گفتم نه شما میتونی. باشو بریم بخواب. بودو امشب گرگ خان میخواد نقشه شکست کامل توتولو طراحی کنه. تا حالا نصف راه موفقیت رو رفتیم. اگر بتونین یکی از 4 کلید صندوقچه رو قبل از توتول پیدا بکنین، تلسم صندوقچه برای همیشه باطل میشه و کسی نمیتونه در اون رو ببنده و رمزش میاد اینجا. مگه تو اون صندوقچه چند سکه هست که انقدر خوشحالتون میکنه؟ جناب گرگ سهم من زیاد حرف میزنی؟ به خاطر این فضولیت تو این سفر گرازه تخت رئیسه، جز یاران دلسوز و قدیمی منه و میتونه رئیس خوبی هم باشه. این میتونه رئیس خوبی باشه؟ این که موقع فیلم برداری جلسه بازار بوگندو. من توتول یه بچه هست، میرم سریع اون صندوقچه رو با کلیدش برمیدارم میارم میدم بهتون. هیچ وقت به کسی اجازه نده بهت بگه کاری رو نمیتونی انجام بدی، حتی من. باشه ماما. اگه رویایی داری، اگه هدفی داری، باید براش تلاش کنی. تلاش کن. ببین چی طراحی کردم. ببین یه دوچرخه مخصوص سفر. ای جونم عجب چیزیه. آره دیگه ما اینیم. آهان دیر نشده؟ نه من که آمادم. بیا بگیر منو با خودت ببر. تو خود دلوست نکن، عدس دلخورم. اگه بمونم میترسم خرابکاری کنم. آره اینو البته راست گفتی، یا بمونی اینجا حتما گند میزنی. من سر زبون اینو خوب طراحی نکردم. خب پس بریم. بریم. ای جونم بریم. منم میخوام شجاع باشم، کولمو بردارم پاشم، دیوو بگم قولو بگم، شنگولو منگولو بگم. هیشکی حریفم نمیشه، راز تو کیفم نمیشه. ببین منو مادر بزرگ، میخوام برم به جنگ گرگ. منم میخوام شجاع باشم، کولمو بردارم پاشم، دیوو بگم قولو بگم، شنگولو منگولو بگم. هیشکی حریفم نمیشه، راز تو کیفم نمیشه.
میشه. ببین منو مادر بزرگ، میخوام برم به جنگ گرگ. همش دارم خواب میبینم، مادرمو میبینم، کناره داره قالیمون تو بغلش میشینم. همش دارم خواب میبینم که بدیا تموم میشه، دنیا واسه بزباله ها دنیای مهربون میشه. جناب لایک باش به بزرگترت به بده. این چیه؟ این این داره شرایط سفر رو توضیح میده. میگه با این اشتباهی که تو کردی قدرت گرگ‌خان برگشته و تا چند روز آینده همه قدرت دستش میاد. آها، این نوشته که توتول همه سوالاتو به تنهایی باید پاسخ بده، هیچکی هم نمیتونه کمکش بکنه. خب پس منم نمیتونم حرف بزنم. بگی لاکپشت پیر کیه؟ شغلش چیه؟ این نشسته اینجا داره تمرکز میکنه که جواب سوالات سختو بده. که چی بشه؟ توتول جان، شما میخوای مامان بوزی رو پیدا کنی یا بنده رو دیوانه کنی؟ میگم مطمئنی جاش همینجاست؟ بله، شک نکن. دنج 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 تو اون بر برو. اینجا وضعیه. میگم دوربین موربین نداشته باشه از اون فیلم بگیرن و اینا. بعد میگم با این هیبت اومده دوزی آبرومون میره. شما اصلا نگران نباش، اینقدر قیافت موجهه که هیچ کس شک نمی کنه. ممنون. کجا رو بگردم حالا؟ من فکر کردم شما رئیسی. آم بله بله، من رئیسم. من میگم کجا رو بگردم. کجا؟ چیزه همه جا. بگیر دیگه. خاطر اشتباهی که کردی جان هم نوعان خود رو به خطر انداختی. بگردم نجات بده. کجا رو بگردم؟ کلم کلم کیو نجات بدم؟ تو نزن زشته، چون تو شبم با سینو بدنی ایشون یک کلمه حرف نمیدنه. آخه نفهمیدم باید چی کار کنم. این بود معمای پاییزی که میگفتیم. آره بیا بریم. منو کجا بریم پدر بزرگ؟ کجا بریم؟ از در بگذره. بیا بیا عزیزم. بله، با راهنمایی لاک پشت در مرحله اول سفر ظاهر میشه.
توتول با گذر از این در وارد کوهستان عجیبی میشه که باید مسئله روز اولو حل کنه. اینجا کجاست؟ مرحله اول سفر صندوقچه دیگه. دیدن دوباره در به معنی پایان مرحله اول سفره و توتول حد اکثر تا غروب وقت داره که جواب مسئله روزو پیدا کنه. توتول با توجه به حلقه‌ای که لاک پشت بهش داده میگرده و یه غار دایره‌ای شکل توجهشو جلب میکنه. از اینجا بریم. شاید کسی که توتول باید نجاتش بده اونجاست. اونا با دوچرخه‌ای که پدر بزرگ برای سفر ساخته خودشونو به غار میرسونن. توی غار به یه چند راهی برمیخورن. بچه ها به نظرتون کدوم مسیر درسته؟ توتول دوباره با حلقه راهنمایی لاک پشت مسیر درست رو پیدا میکنه، در حالی که صدای ناله ای از عمق اون غار شنیده میشه. عجب زنگی این گرگ خان. سکه 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 سکه. اون میخواد ما صندوقچه رو ببریم تحویلش بدیم، اون چیزای با ارزش که توشه برداره بفرسته برای ناچینیا، بعد اونا بردارن بدلشو بسازن هزار تا پخش کنن تو دنیا. سکه سکه سکه. استادی که رئیس. گرگ خانجون شما اصلا خودتون رو ناراحت نکنین و چهره زیباتون رو به هم نریزین. من فکر همه چشو کردم. اجازه بدین عرض میکنم. بنال من صبح زود 5 تا بزغاله رو گول زدم و بردم قایم کردم برای اینکه به شما ثابت کنم کی بیشتر به درد دیر یا عزت میخوره. خب معلومه گرگ خان که بزغاله به دردش نمیخوره، صندوقچه رو میخواد. خنگول، بزغاله ها رو تحویل میدیم، صندوقچه رو میگیریم. آره خوبه. خوبه دیگه. خیلی ممنونم. بهشون میگیم اگه شما بزغاله هاتون رو سنته میخواین باید صندوقچه رو تحویل من بدین. یعنی تحویل ما بدین. حالا بهترین حالتش اینه که تحویل رئیس بزرگ یعنی شما بدن گرگ خان. نقش روباه جواب داد، گرازو شکست داد، حالا داره میره تا دوتا بزغاله، البته نه پنجتایی که گفته بود، و بیاره خدمت گرگ خان. اما توتو نقشه های روباهو به هم در بزرگ. بله. اینجا رو چی دیدی توتو؟ شما اینجا چی کار میکنی؟ ما گول خوردیم. چی گولتون زده؟ روباهی نیکت نشید. زود بعد از اینجا بریم، هر لحظه ممکنه سر و کله روباه پیدا بشه. همینطورم شد. روباه و گراز رسیدن. اونا داشتن فرار میکردن که گراز و روباه و مقابل خودشون دیدن. دیگه خیلی دیر اعلام خطر کردی. برمیگردیم. یه دره بزرگ بین اونا بود که بهشون کمک میکرد تا بتونن برگردن. اما روی ستونا یه چیزی توجه توتول رو جلب کرد. جدول شگفت‌انگیز. بله، در پایان مرحله اول. توتول فهمید که نباید برگرده، باید به جدول شگفت‌انگیز جواب بده. پس باید روی ستون میپرید. توتول با دقت داشت اشکال داخل جدول رو نگاه میکرد. گراز و روباه هم که میخواستن عقب نیفتن. اشتباهی. بالاخره من رئیسم. بزغاله هم حسابی ترسیده بودن که نکنه ستون توتولم از زیر پاش خالی بشه. اما اون با دقت به ردیف و ستونا نگاه میکرد تا ببینه کدوم شکل در جای خالی باید تکرار بشه، که یاد حلقه لاک پشت افتاد. آفرین توتول، آفرین. بچه واسش دست بزنین. پدر بزرگ بزغاله ها رو از یه جاده امن پیش خانوادهشون برگردوند و با توتول به سمت خونه پچول بز پیر کلیددار توی کوهستان رفتن. توتول باید جایزه هر مرحله از سفرشو که یه کلیده از پچول بگیره. بله. ببخشید خونه پچول اوله؟ شما توتولم اینجا بعد آتم میده، میخوای تو قد کن من میگیرم. حالا که میرسید اینجا؟ ما الان جلو داریم. چی میگه؟ ببین اینجا قد کن من میشه، میخوای پیامک بده نمیخوای من برم قرصم رو پیدا کنم. حواس پرتی داره، فکر میکنه با تلفن همراه داره صحبت میکنه. یه بار دیگه زنگ بزن.
باشه. پس واسه یه کلید مرحله اول اومدین ها؟ بله آقای پچور. چیزم کو؟ خورشم کو؟ من داشتم به خانومم میگفتم حالا دیگه وقته که یه نفر بیاد این کلید رو بگیره ببره. نگفتم این حواظ فرقی داره، زنی سر 50 سال پیش مرده. یعنی منظورت اینه که من 150 ساله که تنهایی دارم اینجا میخورم و میخوابم؟ بریم به کارتو ببینم، من کارت زندگی دارم باشه. نه جناب پچور، ما دنبال کلید میگردیم. کلید چی؟ بذار قرصمو پیدا کنم. آها حالا یادم افتاد، کلید طلایی چیزی نیست، همین جاست. بیا کجا رفت؟ داره قلقلکم میده، وول میخوره. آها اینم کلید. اول بگو از مرحله اول چی رو گرفتی؟ هیچی. هیچه؟ تو از راکپوش یاد نگرفتی واسه یه حل یه مسئله باید تمرکز کنی؟ یاد نگرفتی جان و نجات هم نوعت مهمه؟ یاد نگرفتی تو زندگی واسه پیدا کردن مسیر درست باید فکر کنی؟ باید دقت کنی؟ های! تو رو خدا کلیدو بدین. حالا دیگه شما حواظ پرتی پیدا کردی، نه من. پس اون چیه تو دستت؟ و دوباره مامان بازی تو پیدا کن، مسیر سختری در انتظارت. چطور بیا در صندوقچه رو باز کن. اینا چیه؟ هرچی رو میبینی یاد داشت کن. چرا؟ چون هیچی اطرافت بدون علت نیست. چرا طرح فرشت اینجوریه؟ آی نکن پردازندم، آی بشقابکم. آخش چطور؟ چی کار میکنی؟ این شارژ مصنوعی میخواد پف نمیخواد. خفش کردی؟ آخش ای جونم. روباه و گراز که از توتل تو مرحله اول شکست خورده بودن، این بار با حقه روباه شبانه راه افتادن، رفتن سراغ لاک‌پشت دوم، چون دیگه یاد گرفته بودن که مسئله روزو لاک‌پشته که به توتل میگه و راه نمایی میکنه. گراز اومد لاک‌پشتو بزنه. بهش میکنم منو ندنی، همه چی رو بهتون میگم. امروز با هم در مورد نظمه، در مورد عداده، سوال دیگه هم هست در خدمت هم. آفرین روباه، این بار نقشت جواب داد. حالا برید اعداد و به دوستی دا بریزید به هم همه چی رو. چشم، حالا میتونم رئیس خوبی باشم؟ روز دیگه قدرت به این پنجه ها برمی گرده. اون وقت گرگخان واقعی رو می بینن این بزای بیشو. صبح زود توتل و پدر بزرگ طبق نقشه سراغ لاک‌پشت کتک خورده رفتن. لاک‌پشت مسئله روز و نظم اعلام کرد و از اعداد صحبت کرد.
اونا با گذشتن از در مرحله دوم کنار ساحل بودن، در حالی که نه ساعتشون کار میکرد نه چخچیل میتونست حساب کتاب کنه. منظور لاکبوش از زندان اعداد دقیقا الان باید بریم به جزیره ای که قبلا تو نقشه دیده بودیم. از دوچرخه به شکل قایق استفاده کردن و با توجه به نقشه پدر بزرگ به سمت جزیره متروکه ای رفتن که احتمال میدادن اعداد دزدیده شده اونجا باشن. بله، عددا اینجا توی زندان اعدادن. عدد 1 نظامی بازنشسته است، به خودش متکیه. عدد 2 عاشق شده، مهربون و دوست داشتنی. عدد 3 پدر خانواده است، پرتلاش و نگران بچه هاش. عدد 4 با قیافه خودش مشکل داره، دلش میخواد شکل صورتش تغییر کنه. عدد 5 که خوشخواب و توپله، اونا منتظرن که یکی از دست روباه و گراز نجاتشون بده. من دیگه نامه دوریش داره منو میکشه. نه نامه ای، نه تلفنی، نه ایمیلی. آه صفر من. برو آقا، تو هم همش دنبال جفت یار میگردی. تنهایی رو عشق است. همین دیگه، از تنهایی خل شدی. منو صفر با هم یه بیست با شکوه میزن. آقا جان صفر یعنی هیچ، عشق تو پوچ است. زود بعد از اینجا بریم، هر لحظه ممکنه سر و کله روباه پیدا بشه. نه ترسیا، فکر کنم گلوله ی علف ها سمی باشن. چه جلب فکر روباه هست، ولی عجب زبونه ای. علف ها رو ول کن بابا بزرگ، من یه نقشه دارم. چقدر تونتون میدونن، گلوله هم داره تموم میشه. وای خدا، سلاک صفر محبوبم میاد. تو دیگر چه جانوری هستی؟ من اومدم کمکتون. زود باشین بریم. با بچه هم سرکله بزنیم. من تا دماغم عمل نکنم مدرسه بیان نیستم. روباه خودش بهم قول داده پول عمل هم بده. ای عدد فروش، حالا فهمیدم کی با روباه همکاری کرد تا ربوده بشه. نمیخوان که تو این زندون بمونی. من تا مثل سنشم هیچ جا نمیام. روباه و گراز الان میاد. گفتم زود باشین. اونا دارن عدد رو با خودشون میبرن. رئیس ما دوباره گول خوردیم. آقا کمرم. آقای راننده حرکت کن، بزن توی دنده. عجله کنی، عجله کنی، نرمیم دوبارمون. اعداد به مدرسه برگشتن، توتول و پدر بزرگم به سمت ساحل رفتن تا قبل از غروب به خونه پچول دوم که کنار ساحل زندگی میکنه برسن. خیلی دیر نیومدیم؟ دیر اومده بودیم که درو باز نمی کرد. پس چرا خودش داره دیر میاد؟ اومد. بابا جون، خیلی خیلی خوش آمدی. خیلی چقدر خوبه. با بیا، اینا که هر کدوم یه چیزیشون میشه، اینم که خوابالوده است. هی چخشیل گرفتم. یک دو سه چار چاگنو دیگه هستی؟ دیگه چی میخواین؟ کلید دوم. حالا فهمیدم تو یه الف بز در اون صندوقچه رو باز کردی. ای شیطونک، ببین ما پچولا مچله چه بچه بازی شده.
ما در این سفر نظم را یاد گرفتیم. درباره ارزش نظم نمیتوان الان در این زمان کوتاه سخن گفت. موفق باشی. تو هنوزم به من میگی دختر دایی؟ من معلمی تو هم. بابا توی مدرسه که نیستیم دختر دایی. خب باشه، امروز که عدد دزدیده شده بودن نظم همه چیز به هم ریخته بود. بهم گفتن که تو چقدر کمکشون کردی، واسه یه صد آفرین تو دفترم گذاشتم. کم نیست؟ چونه نزن؟ فعلا برای غیبت غیر موجه اولیات باید بیه مدرسه. اولیا؟ ای وای وای مامان ابینگور. نه عزیزم، باید شوخی کردم. تو غیبتات اشکالی. ببین توتول، داری میری به یه سفر خیلی مهم، مخصوصا مرحله سوم که هنوز هیچ بزغالی نتونسته ازش بگذره. مرحله سوم؟ ماما وای خرابترش کردم. فردا مرحله سوم مامان. دختر دایی میگه خیلی سخته. نه ترس مامان موزی، حتما تا حالا متوجه شدی که خودت میتونی مسائلتو حل کنی. به دستش بیار عزیزم، خواستتو به دست بیار. همش تو فکرمی، خوابم نمیبره. برام لالایی بگو مامان. هیچ چیزی پر نمی کنه این همه جا. من فقط تونستم دو مرحله برم، دو چرخمو از دست دادم. حالا توتول میخواد چی کار کنه؟ باز زمونه ما یه دلاور بوز بود وایسه با گرگ بجنگه، اما حالا چی؟ توتول، توتول، تو چی کار میکنی فردا؟ آخ در بزرگ خودش فقط دو تا مرحله رو رفته بود. ادامه نقشه سفر رو نداره. پدر بزرگ
بزرگ نرسیدیم؟ چه میدونم باید این برا باشه، من نقشه ندارم که چطور جان. خب میخوای از چخچی بپرسیم؟ چخچی؟ چخچی؟ چه میدونه چیه؟ اونجا رو پدر بزرگ بودم. وای این چیه؟ پدر بزرگ چطور من چیزیم نیست، دو چرخم، اتفاقی نیفتده برایش. دو چرخم رو ولش کن، خورشید چرا اینجوری شد؟ نمیدونم بابا، تو این سفر که چیزایی ما داریم میبینیم. آی آی وای پام، چطور من موندنی شدم. تو باید بری. نه پدر بزرگ، باشو برو، تو باید از در رد شی. چطور؟ نه پدر بزرگ، بلنشید. آی پدر بزرگ، آی آی چطور. جناب لایک بوش، شما میدونید چرا خورشید اینجوری شده؟ از دست تو و این بچهت. مثل اینکه اینم نمیدونه. نمیدونی یعنی؟ من باید طرح مسئله کنم نه تو. الو بلو علی دایی علی بلو میخوام با پدر بزرگ صحبت کنم. پدر بزرگ نمیتونه حرف بزنه. گفتم گوشی رو بده به پدر بزرگ. نمیذارن آدم با بچهشم صحبت بکنه. بگو ببینم جانم اصلم، بگو. تو روستا همه چی ریخته به هم، همه یه شکل دارن عوض میشن، هیچ شکلی خود واقعیش نیست. نمیفهمم چی داری میگی. بکش کنار ببینم، بذار این چختیل بره چالدره رو جستجو کنه. نه فقط توی بزشهر، بلکه تو تمام جنگل همه چیز در حال تغییر شکل بود. حتی بعضی از حیوانا یواش یواش شکل چهرهشون داشت عوض می شد. بچه ها فکر می کنین تغییر شکلها کار کیه؟ تغییر شکلها کار منه. اونقدر شکلها رو تغییر میدم تا هیچ حیوانی نتونه زندگی کنه. تا تلو تحویل من میدین، یک ساعتم بیشتر وقت ندارین. این حیوانکی ها چه تقصیری دارن؟ توتون که خودشو تسلیم کنه. خب شما یه چیزی بگین، خوب نیست که به خاطر یه بزخانه زندگیتون رو از دست بدین. راست میگه این روباه نیم کرد. توتون بیا اینجا، توتون بیا اینجا، توتون بیا اینجا، توتون بیا اینجا، توتون بیا اینجا. من در این روستا تا دیرتر نشده یه فکری بکنیم. هیچ جورو تحویل نمیده. آقا لاک پشت، باد آب خواهد. همین؟ من توضیح بیشتری میخوام. اوضاع منو میدونین که آها، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند. در کارند دیگه، فهمیدی؟ نه. من در این روستا تا دیرتر نشده یه فکری بکنیم. چاره نداریم به جدی که برگردیم. پس مامان بوزی چی میشه؟ اصلا اون هیچ. مگه نگفتی نسل بوزا در خطره؟ بابا من که نمیفهمم چی درسته. آقا شما ممکنه کمک بکنید ما از در رد شیم؟ در مرحله سم که ظاهر شد معلوم نیست این دفعه چی پیش میاد. توتول احساس میکنه با این شرایط نمیتونه به سفرش ادامه بده و دیگه هیچ وقت مادرشو نمیبینه. پدر بزرگم بهش دلداری میده که اونا فقط مثل هر روز میخوان از در بگذرن و ادامه سفر بدن. بچه ها در ورود به سفرم مثل خورشید شکلش عوض شده بود، اما وقتی دست خیس توتول به در خورد شکلش مثل قبل شد. در نهایت تعجب اونا با گذر از در توی چالدره نزدیک کارگاه پدر بزرگ بودن. اونا فهمیدن که مسئله روز رو باید تو خود چالدره حل کنن. بکنم شکست خوردی. فهمیدم چی کار کنیم. پدر بزرگ فقط باید کمکم کنی. آفری چخچی، عجب حرکتی میگردی. یا اونجا رو، اونهاش.
گوش کنید، گوش کنید، تو کجا پرت کردن مشکلات شما حل نمیشه. گرگخان فقط زندگی شما رو به هم نریخته، زندگی هممون رو به هم ریخته. گرگخان بده و به همه بدی میکنه. شما حیوانایی که اینجا جمع شدین کدومتون سابقه یه دوستی خوب با گرگخان دارین؟ کدومتون؟ من؟ چی؟ گرگخان دوست خوبی برای هیچ کدوم از حیوانای جنگل نبوده. بوده؟ من اشتباه کردم، ولی اجازه بدین جبران کنم. اگه من خودمو به گرگخان تحویل بدم به ظاهر مشکل امروز حل میشه، اما گرگخان مشکل همه جنگل و مشکل همیشه است. با این لشکر در نیا، حالا وقتشه پدر بزرگ. پدر بزرگ وارد می شود. آماده باشین. عجب پروازی شده دنجل، الان باید چی کار کنید؟ وقتش امرار رو جمع کنید. چختیل باکسو حال فرمانده اجرا میشه. زودتر آمادش کنین. از کجا فهمیدی با بارون میشه تلسم گرگو پاک کرد؟ زن که وارد این مرحله شدیم، وقتی دستم به در خورد شکلش عوض شد، چون دستم خیس بود. منم به ذهنم رسید با بارون میشه همه ی جنگل رو خیس کرد. به همین خاطر با باد چخچیل ابرا رو جمع کردم و بعدش برق بهش دادم دیگه. جالب، اینو از کجا فهمیدی؟ هم از راهنمایی دوست دانشمندت که برق به آسمون داده بود، هم از راهنمایی لاک‌پشت فهمیدم که با باد و آب و این خاک تلسمش برمیگرده. نوی خودمه. توتول با کمک گرفتن از راهنمایی لاک‌پشت و دقت خودش تونست گرگخان رو شکست بده و شادی رو به جنگل برگردونه. یه دلاور باز رو پیشونی توتوله. نگاه کنین. راست میگه. این دیگه واضحه دیگه، ما که نکشتیمش. بله بله بله، خودشه، دلاور باز جدیده. بله، این شناسان باش فقط دو سه روز این برون بر شده، وگه نه همون روز تولدش دیده بودیم. نه کار خیلی بزرگی کردی توتال، تو از فکرت خیلی خوب استفاده میکن. بگیر اینم کلید سوم. ممنونم. مامان بوزی کجاست؟ تو باید تمام اطلاعاتی رو که صندوق بهت داده کنار هم قرار بدی تا مامان بوزی تو پیدا کنی. عجله نکن، میفهمی. تو اگه درک درستی از مسئلت نداشتی اصلا به این مرحله نمیرسیدی.
واسه اون کلید یه قفل پیدا کن. کاش به این مرحله رسیده بودم من. سفر هوش رو زیاد میکنه چون تحرک رو بیشتر میکنه، تجربه رو هم بیشتر میکنه، قدرت تحلیل هم بالاتر میکنه. پس برای مرحله آخر باید از لاک پشت پیر کمک بگیرم؟ نه، تو دیگه نیازی به لاک پشت نداری. میدونی همون روز اول مهر که مدرسه باز شد و تو پاک تو توی مدرسه گذاشتی، سفرت آغاز شده بود؟ سفرم؟ بله، سفرت. وقتی سمت رو از مامان بوزیت جدا کردی و وارد کلاس درس شدی، سفرت آغاز شد. بله. حالا دیگه فصل جدایی، فصل سرمای زمستان، فصل بارانی بهار، همه رو پشت سر گذاشتی و رسیدی به فصل گرمای تابستان، فصل چیدن میوه. بله، منم همین اعتقاد دارم. کدوم اعتقاد؟ چی؟ نه، من میگم که توتول باید خودش حل مسئله بکنه، یعنی مرحله چهارم رو خودش باید بگذرونه و میوه رو بچینه دیگه. نه؟ آفرین، معلومه که بزه دنیا دیده‌ای هستی. بله، توتول سه تا مرحله رو با موفقیت پشت سر گذاشته. چرا؟ به خاطر اینکه هر روز صبح قبل از طلوع آفتاب بلند میشه و حل مسئله روزشو میکنه. سرخیز باش تا کامروا باشی. آفرین، آفرین، چه بچول دنیا دیده ای. توتول جان، حالا دیگه تو خودت باید طرح مسئله کنی و جواب بدی. این سفر تازه یه به درون خودت. برو، موفق باش. من باید به یکی زنگ بزنم. اینا رو کشیدی که من جواب بدم؟ توتول، خودت، تو به من زنگ زدی که از من راهنمایی بگیری، نه اینکه این مسئله رو من خودم حل کنم. مگه نه توتول؟ امشب توتول باید راز صندوقچه رو پیدا کنه. راهنمایی پچول، توتول اونقدر شکلا و اعداد و کنار هم جا به جا کرد تا بتونه راز صندوقچه رو پیدا کنه. یافتم! توتول! چیه؟ اینجا رو نگاه کن. میشه توضیح بدی اینو؟ شکلا رو کنار هم گذاشتم. خب؟ عدد و جمع و تفریق کردم. چهار بار تکرار کردم. خب این راز صندوقچه است پدر بزرگ، طرح فرش. آفرین توتول، این خودشه. شما میدونستین؟ میدونستم، ولی راز گفتنی نیست، فهمیدنیه. گفتم خودت بفهمی. اگه راز صندوقچه طرح فرشه، چرا میگفتی نسل بزا در خطره؟ ببین توتول جان، این طرح فرش یه طرح فرش معمولی نیست. نبودنش فقط باعث بیکاری بزا و تعطیلی کارخونه نیست. راز این طرح راز فرهنگه، فهمیدی؟ نه. البته منم قبل سفر فکر میکردم میدونستم، ولی انقدر نه. مامان بازی کجاست؟ بذارم بریم. کجا؟ راز صندوقچه شما رو کجا هدایت میکنه؟ کارخونه بز نخریسی. پاشو. خب الان اونجا که تعطیله. نه، احتمالاً اونجاست. پاشو. توتول و پدر بزرگ به سمت کارخونه نخ بزریسی حرکت میکنن.
هنوز مردم چالدره به اجبار بیکارن و منتظر آخرین مرحله سفر توتولن. گراس که زندان افتاده و روبا هم دور تنش پشم بز پیچیده و دوباره خودشو از جنس مردم نشون میده. توتول باید برای کلیدی که پچول بهش داده یه قفل پیدا کنه. بله، قفل کارخونه یه نخ بزریسی باز شد. دخترم تو راست میگفتی، توتول یه دلاور بزه، یه دلاور بزه واقعی. توتول مامان بزی، جان مامان بزی، عزیزم، حبه یه انگور قربونه این موی قرمزت بره. اینم کلید چهار رو. امروز رو شروع کنیم، میخوام یکی از شماها خلاصه یه درس دیروز و که شکلا بود برای ما مرور کنه. کی میتونه این کار رو انجام بده؟ فقط توتول؟ پس بقیه چی؟ چاره نیست توتول، بگو. اطراف ما پر از شکلای مختلفه، مثل دایره، سه گوش، چهار گوش. دایره مثل خورشیده، سه گوش مثل کوه، چهار گوش مثل پنجره است. اگر ما بتونیم بیشتر دقت کنیم بهتر میبینیم. و به این ترتیب توتول دلاور بز جدید بزشهر شد و آرامش و امنیت رو به جامعه بزها برگردوند.